سلام خیلی خوش اومدید به کانال لاوینچی امروز میخوام یه کتاب خیلی خوب دیگه معرفی کنم بهتون که هم توی رشته معماری و هم توی رشته گرافیک خیلی مهمه و تأثیر گذاره قبل از اینکه شروع کنم لطفا کانال من رو سابسکرایب کنید چون که بعدا یادتون میره و زنگوله کنار سابسکرایب رو بزنید و گزینه آل رو انتخاب کنید لایک و کامنت هم فراموشتون نشه و اگر سوالی یا نظری دارید میتونید برای من کامنت بذارید و لطفا با حروف انگلیسی کامنت بذارید که کامنتاتون نپره و من بتونم اونا رو ببینم این کتابی که این دفعه میخوام معرفی کنم در مورد رنگ و پالت رنگی درباره مبحث رنگ کلن و یه کتاب هم بیشتر نیست البته تو بازار خیلی کتاب های زیادی هست که خیلی هم کتاب های خوب و معروفی هستن ولی من این کتاب پنتون رو براتون در نظر گرفتم من تو ویدیوهای قبلی هم یه چند تا کتاب معرفی کردم اگه دوست داشته باشید لینکش رو براتون میذارم این بالا و میتونید استفاده کنید. به اون ویدیو هم گفتم که میتونید از پی دی اف این کتاب ها استفاده کنید و حتما لازم نیست که به طور فیزیکی تهیهشون کنید. عکس جلد کتاب رو که مشخصاتش هم روش هست رو براتون روی صفحه براتون صفحه مانیتور براتون میذارم و توی دیسکریپشن هم مشخصاتش رو براتون می که بتونید راحت پیداش کنید این کتاب کتاب روانشناسی کاربردی رنگ ها یا همون کتاب پنتون هستش پنتون کلا یک شرکتیه که پالت های رنگی مختلف داره رنگ های مختلف کدای رنگی کدای رنگی پنتون خیلی معروفه و اگر سرچ کنید سایتش براتون میاد و کدای رنگی مختلف رو بهتون نشون میده و خیلی سایت کاربردی هم هست اتفاقا نویسنده این کتاب لاتریس آیزمن و مترجمش روح الله زمزمه مقدمش هم که قباد شیوا نوشته خب بریم سراغ فهرستش قسمت های بالا مقدمه و درباره مترجم و این چیزها رو که کاری بهش ندارم قسمت هایی که ما باش کار داریم رنگ های گویا رنگ های حسی رنگ های مرئی، خانواده رنگ ها دیگه حالا اینجا دسته بندی کرده قرمز و صورتی و نارنجی و این داستان ها بریم سراغ قسمت بعدی مراحل انتخاب رنگ ترکیب رنگ ها نشان شناسی تبدیل رنگ ها فرمول رنگ در چاپ چند قسمت خیلی خوب داره این خانواده رنگ ها خیلی خوبه مراحل انتخاب رنگ و ترکیب رنگ ها خانواده رنگ و ترکیب رنگ ها خیلی قسمت کاربردی و خیلی خوبیه حالا یکم هم بریم جلو ببینیم چیا داره اینا که درباره مترجم و این قضایی ها بریم سراغ رنگ های گویا که این قسمته درباره چی توضیح داده؟ یه چرخه رنگ رو گذاشته ولی خیلی معرفیش نکرده اومده اصل کاریو رو گفته گفته شدت رنگ اه... این قسمته به این میگن شدت رنگ، رنگ مایه یا همون رنگ که ما میگیم مثلا میگیم زرد، نارنجی همین رنگ مایه است. خود رنگو داره میگه، اسم رنگو داره میگه. شدت رنگ اون میزان خلوصشه بیشتر که اون سبز خالصه یا کم و زیاد شده، اونو بهش میگن شدت رنگ. یه دونه دیگه داره ارزش رنگ که از روشن به سمت تیره میره. بیشتر که از این رنگ اصلی مثلا اینجا سبز به سمت روشنی سبز روشن یا سبز تیره تر مثل سبز لجنی مثلا حرکت کرده و به اون سمت رفته و این شدت رنگ کم کم از اون رنگ خالص به سمت خاکستری حرکت میکنه تا اینکه به کل به خاکستری میرسه اومده چرخه رنگ رو توضیح داده که چرخه رنگ خیلی خوبه شما میتونید پالت های رنگی که دوست دارید دو از همین چرخه رنگ در بیارید رنگ های دیگر رو هم ترکیب کنید خب رنگ های اصلی رو معرفی کرده گفته اینا رنگ های گرمه اینا رنگ های سرده یه سری ویژگی رو حالا جلوتر بهتون میگه گفته کدوم ها رنگ های اصلیه کدوم ها است حالا رنگ‌های های سالسیه یا همون رنگ‌های ترکیب سوم رو هم بهتون گفته و همینطور رنگ‌ها رو میتونید با هم ترکیب کنید و بفهمید که کدوم رنگ ها مکمل هم دیگن کدوم رنگ‌ها تو ترکیب با هم دیگه چه هارمونیو دارن بریم جلو ترکیب رنگ ها رنگ بندی. خب اینجا مثلا ها رو گفته رنگ های مشابه رو گفته رنگ های مکمل رو گفته اینا رو قشنگ براتون توضیح داده و خیلی ساده میتونید بفهمید خیلی کتاب های مختلف تو بازار هست ولی این کتاب به نظر من خیلی ساده و خیلی کاربردی رو توضیح داده و پالت های رنگی خیلی خوبی داره جلوتر بهتون نشون میده اینا رو زیاد بهتون توضیح نمیدم اگه دوست داشتید بخونید یا اگر دوست داشتید که من براتون توضیح بدم با نمونه های مختلف برام کامنت بذارید که اگر قسمتی رو دوست داشتید براتون بیشتر توضیح بدم میرسیم به قسمت رنگ ها دستبندی اون رنگ ها مثلا اینجا قرمز رو گفته برای ما توضیح داده در مورد شکل مقداری یه چند تا نمونه هم اینجا گذاشته مثلا اینا نمونه های تجاری ایناست این نمونه های تجاریه که این رنگ توش استفاده شده گفته که اینا ویژگی هاشه یه سری توضیحات هم اینجا به ما داده که چه اتفاقی میفته ما رنگ قرمز رو میبینیم تو بدنمون چه اتفاقی میفته ذهنمون به چه سمتی میره به چه چیزهایی مرتبطه تو چه چیزهایی استفاده بشه بهتره تو چه, چه چیزهایی استفاده نشه بهتره من کاملشون نمیگم ولی براتون خیلی خوب اینجا توضیح داده یه سری مثال ها رو اینجا آورده اکساشو باز رنگ های دیگه هم همین حالت مثلا اینجا صورتی رو گفته دوباره توضیحات داده ویژگی های اصلیش رو اینجا به ما میگه و بعد توضیح میده. همه رنگ ها رو اینطوری توضیح میده بهتون. و اینکه مثلا اینجا الان قسمت نارنجی هستیم. اینکه نارنجیه فقط یه رنگ خاص نارنجی رو شامل نمیشه مثلا رنگی که این فونتو باش نوشته فقط همین نیست رنگ های تیرهتر یا روشنتر نارنجی هم شاملش میشه مثلا مثلا اینجا روشن‌تر کلا گروه نارنجی رو مورد بررسی قرار میده بعد دوباره اینجا زرد رو داریم این قسمت از این قسمت میگذاریم پس به ما ویژگی ها و حالاتی که در ما ایجاد میشه و ذهنمون و بدنمون به اون سمت حرکت میکنه رو به ما گفته میرسیم به این قسمت مراحل انتخاب رنگ این قسمت هم زیاد توضیح نمیدم بهتون یه سری لیست اینجا داره مثلا قرمز آجوری، سفالی، نارنجی، ارغوانی رنگ یه سری رنگ ها رو براتون اینجا لیست کرده احساساتی که به ما منتقل میکنه رو جلوش خیلی کوتاه نوشته یه سری از رنگ ها رو داره که رنگ های فرعی ممکنه باشن یا رنگ های باشن کاری به این قسمت نداریم قسمت مهمش اینجاست جلوتر یه سری پالت به ما داده که اونا رو بهتون نشون میدم تو این پالت سه تا رنگ ما داریم حالا این, این دلیل نمیشه که ما توی تمام کارامون از سه تا رنگ استفاده کنیم یه جا مثلا منوتون مونوتون استفاده میکنیم یه جا یعنی یک رنگ با تونالیته های متفاوت یه جا پنج تا رنگ استفاده میکنیم ولی این به طور کل این مثال رو زده گفته این خیلی حالت خوبیه این خیلی ساده میشه با این حالت کار کرد و به نتیجه خوبی رسید سه تا رنگ به ما داده اینجا به عنوان مثال این رنگ وسط رنگ اصلی ماست که بیشتر استفاده میکنیم توی کارمون ازش یه رنگ فرعی داریم که کنار همدیگه خیلی خوب میشینن این دوتا رنگ یه رنگ دیگه داریم که اگر بخوایم تأکیدی روی چیزی بکنیم از اون استفاده میکنیم که رنگ تأکیدمون و این قسمت سمت راستیه و اینو همه رو توضیح بهتون داده نوشته دوباره یک مقداری توضیح داده در مورد همین پالت ها این که مثلا از چند تا رنگ میشه استفاده کرد و این غذایا کاری بهش نداریم خودتون میتونید مطالعه کنید خب میرسیم قسمت بعدی مثل همون قسمتی که تک رنگ ها رو مثلا رنگ قرمز رنگ سبز اینا رو بهتون معرفی میکرد احساسات و حالاتی که در ما به وجود میاد رو برای شما توضیح داده اینجا یه سری پالت آماده کرده گفته آقا جان این پالت پالت رنگ های آرام صاف و ساکت مثلا رنگ های آرامش بخشیه به عنوان مثال این چند تا پالت رو براتون مثال زده کدهاش رو براتون نوشته مثلا اینجا براتون مثال بزنم کد رنگ اصلی بالاست این کد رنگ مونه اینم کد رنگ تاکیدمونه این کدای رنگی رو بهتون داده ته کتاب این کدای رنگی رو کامل لیست کرده هر چی که اینجا هست اونجا میتونید اونجا هم میتونید پیداشون کنید و اینجا یه سری پالت بهتون داده و خیلی مفیده مثلا توی این پوستر توی این کار تبلیغاتی توی این کار دوباره از همین پالت استفاده کرده و این کار از این پالت ها استفاده شده به همین جوری برای ما گفته اینجا بر اساس رنگ نیست بیشتر بر اساس اون احساس و اون حالتیه که اون رنگ اون پالت رنگی بیان میکنه که اینجا شده رنگ های آرام صاف ساکت دوباره قسمت بعدی رنگ خاکی رنگ های نرم دلپذیر مهربان رنگ های سامت گنگ خفه همینجوری پیش میره دیگه رنگ های وسوس انگیز رنگ های سنتی خیلی از اینها رو من رد کردم و خیلی پالت های خیلی قشنگ و خوبی داره که راحت استفاده کنید رنگ های خیال انگیز رنگ های منحصر به فرد دیگه رنگ های تون و ترش کارایی هاشون هم بهتون گفته خب اینجا تبدیل رنگ ها و فرمول رنگ جوهری در چاپ این قسمت کلا برای چاپه این اینجا سی یعنی چهار رنگ گفته رو براتون توضیح داده که چقدر چه مقدار از چه رنگ استفاده شده که این رنگ ساخته بشه این شماره رنگ پنتون هستش این میتونید هم تو سایت سرچ کنید هم میتونید توی این کتاب ببینید و بهتون گفته که برای هر کدوم از این های رنگی چه مقدار از این جوهرها استفاده شده و پایان کتاب در کل خیلی کتاب خوب و کاربردی هستش امیدوارم که به دردتون بخوره لطفا کانال من رو سابسکرایب کنید زنگوله کنارش رو بزنید و بذاریدش رو گزینه آل و اگر نظر و پیشنهادی دارید برام کامنت بذارید ممنونم خدا نگهدار